جب ادا خانا سجے تو دل بنے فرش ازا، جب ادا خانا سجے تو دل بنے فرش ازا، جب ادا خانا سجے تو دل بنے فرش ازا. لا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، واعوذ بالله ان يحضرون، ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو اهله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع الذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء سلامتي امام زمان علیہ السلام را تمامی مو یک جای با ہم می خانی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن الحسين بن علي عليه السلام: ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذلك لله. دزي حديث إمام حسين عليه السلام در واقع خط السبراء مردم كوفة. إمام حسين عليه السلام دي منيزي خط يسا چار نكتر إشارة منا. اولنا امام شناسی است تا حد بیان شد، و دوم نکته دین شناسی بوده که دیشا اشاره شد، سیمنا نکته که است عدالت است، و چارمنا نکته ای است که امام فقط و فقط برای رضای الهی کار را انجام میده. معاویه در زمان حکومت خون ای چار کار را خلاف از ای چار کار انجام داده بود، یعنی در جایی در معاشره که است در منی جامعه در خلاف امامت کار کرده بود. مثال هایش زده شده اینجی که او قدر کار کرده بود که مردم از امام وقت خود دوباره امام وقت خود تعجب مکد. یک شی میماد امام حسین را درو سمجھاو مکد که یا امام حسین تو رای جهنم گرفتی، رای بهشت بگر. یک شی میماد که اسم مگفت علی وقتی امام علی علیہ السلام شهید مشنه، مگه امام علی در مسجد چیز میخواست. ای تمام تبلیغات و پروپاگنڈا خلاف امامت که اسم کار معاویه بود. دویمنا کاری که معاویه در منی معاشره کده بود در خلاف دین، در خلاف مکتب کارهایی را انجام داده بود که مردم از دین بیزار شونه، از دین دور شونه. او تر کارار که است از این طریق کده بود که خلاف قرآن بود، خلاف حدیث نبوی است. و سیمنا کاری که معاویه کده بود خلاف عدالت کار کده بود، یعنی در منی معاشره ظلم بود، جبر بود، تبعیض بود. افرادایی که طرفدار شده بود از منی بنی امیه بودن، از منی گروه خود چی بودن، او افرادا را منی پوستان میزد. او انسانایی که لایق بودن حتی در زمان خلیفه اول، در زمان خلیفه دوم، ای افرادا را که است از پوستا پس کردن.
و کیسا تبعیض را انجام کدن و چارم نه چیز اما د دمنه معاشره تقدس را ختم کرد یعنی رضای پروردگار را ختم کرد یعنی هر کس کی به رضای خدا وند عالم کار را انجام میداد از من معاشره وقتی که تقدس ختم شد او معاشره دیگه دیندار کم ممنه مثلا چطور است د جایش دوباره بس توصی میدون مثلا اگر من معاشره اسمو عالم دین عزت نداشته باشه یک موجود بسیار بے عزتی کی ہزگلی تیر شنہ آر کس آواز بیدہ آر کس سنگ بیزن اگر دمنے یک جامعہ منے یک معاشرہ عالمی دینی ازو امام جماعت چی انج عزت نہ داشتا باشا دو معاشرہ کیسا جنبے دینی کا مستا ہے و دویم نکتہ کیسا اگر دمنے معاشرہ سادات عالمی دین و سادات انا احترام شی کم شد منے معاشرہ یا مثلا کارائی دیگر طرف سادات اتر انجام شد کی خود ام احترامی ممکن عالم ہم خود چی احترام کم کرنا سادات ہم لیکن در مجموع خلاف زنا اگر پرپگنڈا شدہ مقام زنا را زو جائے تاو وردہ ایدھے ایک معاشرہ معاشرہ خلاف دین استا وہ معاشرہ استا کی انہا یہ کارا رس کی آدمی گرہ از ماویہ آدمی گرہ ماویہ چی کار کدہ بود کاری ماویہ امی بودہ کی افرادائی کی مثلا طرفدار امام علی علیہ السلام بودن یا انہا رکی استا من معاشرہ بدنام مکدن یا انہا رکی استا قتل مکد یک را سر مبرد یک را پاہائش قد مکد یک را زبان چی مبردہ و مقام امامارا و مقام اولاد امامارا مقامی کی انہا کی از نسل امام بودن انہا را پیش مردم کی استا حتی وقت کی خود امام من معاشرہ کی استا بے نمازی معرفی شنہ دوز معرفی شنہ خوب اولادائش ہم کی استا دا مرور زمان مردم قبول نمونہ لہذا وہ کاری کی قدر تقدس را از معاشرہ ختم قدر امام حسین علیہ السلام مردمی کو فرمگا وقتی کی مادم انہی کوفا امادم باید اچار شرطی کی ما شمور مگم ہم امام شناس باشین ہم دین باشین ہم کیسے دین شناس باشین و ہم کیسے عدالت حسینی را تحمل بیتنین عدالت علوی را تحمل بیتنین و ہمی کی باید منہ معاشرے شمو کیسے تقدس دا جائز خود کو بایا ہے یعنی ماویہ کاری کدہ بود کہ یک آدم شرابی عزت دشتک منہ معاشرہ یک آدم کرپٹو دروگو منہ معاشرہ عزت دشت لیکن دمزو معاشرہ اگر ایگو کس از اولاد امام حسین علیہ السلام بودن از اولاد ائمہ اگر بودن عالمی دین اگر بودن و مردم درائی راس میں خاصتاً دعوت کرن اونا کیسے یا تازیانہ زدہ مشود یا کوڑا زدہ مشود یا منی زندان اندختہ مشود یا منی مردم بے آبرو مشود مردم را مگفت کیسے شمو اس پس سزی مورین اس پس ہی تر آدمہ کیسے چر مورین این یمو چیزا بود کی امروز کما بیش دونے جامعی از مو مستا خوب بیش از مو دہی جائے رسیدہ بود یک صلوات بخوانیم بر محمد و اهل بیت محمد در مورد دینداری تعریف دین بیان شد و حدیث آئیم گفته شده در مورد دینداری یک حدیث مگه امی تر خدمت رسول الله اصحاب ششته بود یک دفعه رسول الله طرف یکو ریزه بچه می تر توخ مونه سر خرشور میده مگه وای بر آخر الزمان بر باباهای بچه های آخر الزمان بر باباهای بچه های آخر الزمان مردم سوال منه مگه یا رسول الله آیا باباهای ازینا کیست بیدین است باباهای ازنا چی رنگ انسان آئی است رسول گرامی مگه باباهای ازنا بسیار دیندارا است کی نمازای ازنا ترک نموشه اهل قرآن است اهل دین است اما از اولادای خوب خبر است و بعض مگه کیست برے اولادای خو هر فیسیلیٹیز دنیا را مہیا مونه یعنی بچی چې بهترین تعلیم حاصل کنه بهترین موبایل را دشته باشه هر فیسیلیٹیز دنیا را برے اسنا کیست مہیا مونه لیکن کیست برای بچای خو را طرف نماز طرف دین دعوت نه میده بچای خو را د احکام دین از مسائل دین چې بے خبر است اما از تعلیم دنیاوی از ظاهری ای کی د دنیا بور یک جایگاه بیرسه با خبر است اما ای کی واقعا ای بچه ذخیره آخرت چی شونه ای بچه که است خود چی صبح روز که است خسیر دنیا و الاخره نباشه ایر طرف دین نمیره بعد از او دین که است مسئله دین را مولانا روم یک دن مثال میزنه مگه دین که است مو که است در دنیا آباد است دمی دنیا مو باید دین خورم بگری هم دنیا را داشته باشی هم دین را داشته باشی نه تاریک الدین باشی نه تاریک الدنیا باشی و خلقت از دنیا برای مومن است یعنی کسی که مومن است تمام نعمت ها را خداوند عالم برای کسی رای مونه که او خداوند عالم را عبادت کنه از نظر منطق و لوجیک اسلامی اصل حق است
برای نعمت و لذات جایز کیسا حق مومن است. یک مومن در معاشرہ نباید فقیر باشه، یک مومن در یک جامعه نباید غریب باشه، یعنی بهترین نعمتی دنیا را داشته باشه، بهترین گاڑی داشته باشه، بهترین خانه داشته باشه، اما ساتھ ساتھ ایمانم داشته باشه. لہذا مگه کیسا شما وقتی که دنیا آماده دیست شما، این دنیا کیسا برای دین شما غلبه نکنه، یعنی باید دین شما برای دنیای شما غلبه کنه. ولو میلیاردر باشین لیکن نماز اول وقت را بخوانین، ولو میلیاردر باشین این پیسہ را کیسا درائی خرچ کن که خداوند عالم از او راضی است، درائی حسین زهرا باید خرچ نه، نه درائی محفل موسیقی، نه درائی محفل شراب و ڈانس کی. خب اینجی کیسا مولانا روم امیر ایک مثال میزنه که ایرم مثال را از امام علی علیہ السلام گرفته. دیکھ شعر خو مگه مگه کیسا تو کنین کشتی مانند دین است، شما یک دن فرض کن کشتی مانند دین است، در زیر ازو که آو است، ای آو دنیا است، کشتی دین شما است، آو فرض کن دنیا است، مگه تا زمانی که است ای آو، تا زمانی ای آو قشنگ است که در زیر کشتی باشه، یعنی کشتی هر چی لور باید برشی آو کیست تکیگای ازی باشه، تا او زمانی ای آو کیست قشنگ است، اما که امی آو کیست اگر پر شد منی کشتی اما کشتی چکار مشنه ڈوب مشنه. مگه اینن کیست مثال دین ما میتر است، تاکہ دنیا دا خدمت دین شما است، ای دنیا با ارزش است، ای دنیا مال دنیا اولاد دنیا تاکہ دا خدمت دین است با ارزش است. امی که انسان دین آدم زیر دنیا غرق شنه، دیگر نام شی دا پیشنیشی کیست دین لکائی باشه، نام شی کیست نام دیندارا باشه، لیکن دا عمل دا کردار خو کیست وہ دنیا طلب باشه، توری دنیا طلب باشه کی اصلا دین فراموش کنه. اگر مو بیخای دا جرأت یک دن شخص مثال چه بیدی نمونایش دا هر جای است، دا هر زمان است، عمر سعد است. عمر سعد کی است؟ عمر سعد او شخصی است که دا گلیای مدینه خد امام حسین علیہ السلام در رزگی خو بازی کده یک جای. عمر سعد او کسی است که دا منی مسجد دیده که وقتی رسول اللہ دا سجده مورا امام حسین برپوشتی رسول اللہ وقتی که مایا تاکی امام حسین تانا مشنه سجده خورا طول میده رسول اللہ، ای تمام چیز آره تمام فضائل دا قچیم خودی ده. اما امروز یم ده کربلا، ده کربلا برای چی ما ده؟ آیا ده کمک حسین ما ده؟ نه، ای او کسی است که دنیا برای دینداری ازی غلبه مونه، ای او کسی است که صبح عاشورا نماز می خانه، ای او کسی است که اولا تیرا وقت پرتا مونه اللہ اکبر مگه، تو یہ اللہ اکبر برای چی مگی؟ امروز هم دیده شمو امو وحابی آره که می خواهی نه البته روب خور نشان بیده، ترس خور نشان بیده، تو خین مرگ مرگ است، چی آدم منی بستر بمره، چی گولی بھی لگه، چی گردن انسان زبا شنه، مرگ مرگ است. هر روز دنی بود او کیسته مایا دیده، یگو کستا گاڑی مشه، یگو کستا بم دماکا کیسته شہید مشنه، لیکن بہترین مرگ مرگ شہادت است. مهمی است که انسان از مرگ ترس نہ خرا، از ایک نا منی ویڈیو من ما مور ترس بھی ده کہ تو کین موین علال منی، اگر دگیر از موبائل مشهور بس اس پس گردن چ بولال منی، خلاصہ انسان بای ترس نہ خرا. ٹھیک ہے، خب یہ عمر سات چی است؟ ما الله اکبر مگه. خب اینا سپاہی صاحبم چی است؟ ما نام الله اکبر میگره، آیت قرآن میخانه. دایش والا امروز ما آیت قرآن میخانه و مردم را سر مبره، گای دل چی بدر نه، گای جگر چی بدر مونه، از خاطر ازی مونه که قرآن سبوک کنه منی معاشره، منی دنیا قرآن سبوک کنه، منی دنیا مو تمام تعلیمات اسلامی رو سبوک کنه. اگر ازگو کا سوال چنه که اسلام یعنی چی، یک آدمی چینی یک آدمی انگریز میں خواهد بارے اسلام، مگا اسلام یعنی چی؟ مگا بور دائش کیست دائش منی گوگل سرچ کو دو ان جمینگر نی یعنی اسلام، خو مگا ما کیست نمورم کیست طرف سنا، اگر طرف شیعر سرچ کنا شیعرم سرچ کنا توق نی خالص خون خوری استا، اثر ازو خونم دا ددان ازو خون رفتا، مگا یہ چی دین استا، یہ چی مذہب استا، او لبم خون خوری ہے، ای لبم خون خوری استا. بہرحال عمر سعد کیست یعنی دنیایشی برے دین چی غلبہ کدک. عمر سعد امام حسین را ازمو و شمو کده بسیار خوب میشناسته. عمر سعد وقتی که دا میدان کربلا مایا تا آخری لحظه دگمگاو است قدم ازی، مگه چیکار کنم؟ یا قد خود کو سوچ منه گئی خواه منه امام حسین منگرنه، رسول اللہ را منگرنه، دا خواه خو بی بی زهرا را منگرنه، گئی خواه منه ملک رای را دزین خو منگرنه، مگه آیا اگر طرف امام حسین علیہ السلام بورم آخرت است، اگر طرف ابن زیاد باشم دنیا است. لہذا یہ رکیست لالش دادا بود کی وقت امام حسین خلاف امام حسین علیہ السلام کی است جنگ کدی، خلاف امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کدی تو رو موکی است ملک رائے دا حکمرانی والی ملک رائے تیار مونی. وقت قد امام حسین علیہ السلام ہم روی دروی مشنہ امام حسین علیہ السلام ار سمجھاؤ مونی، مگتوخ کو عمر سعد تو چی میں خواہی ازی دنیا،
باغو باغ میخوایی ما تور باغ میدم مگه حتی ما کسی بهشت تور تزمین مونم ام هی دنیا تور تزمین مونم امو دنیا تور تزمین مونم مزی یک دفت سوچ منا ملکی رای کجا دا مدینه که باغات کی امام حسین میده او دا کجایا سر خورشور میده مگه یا حسین کسی ما خبرم تو اولاد رسول اللہ است ما خبرم کسی تمام فضائل دا باری است وستا لیکن ما چی کار کنم ما میخوایم دنزی ملکی رای بیرسون امام حسین علیہ السلام مگه قسم به خدا اگر یک دن امو دانه جو یا گندم چی دستو بیرسا و امی تر مشتباد سالای عبیداللہ ابن زیاد کے سباد شہادت امام حسین چند مدت بعد دوتا منہ یزید ممرہ و حکومت مختار وقت کی مایا یہ ہر روز تھا کہ عبیداللہ ابن زیاد بود در دربار سے مراب گردن خشم کر دیگا آل حسین را کشتم دیگا آل کے سمرہ میں ملک رائے بھی دی ان کے ساتھ ترخواہ مکد مگر تو کاری بد کرے گی رفتے امام حسین فرزند رسول اللہ را کشتے مطور الملک رائے بھی دی ایدم زو آرزو بود تاکہ حکومت مختار مایا و جناب مختاری ارکیس تا مگر دیاد تو کہ امام حسین چی گفتا بود یک دانی گندم یا جوی ملکی رای تو خوردانا میتنی گفتا بود بس گفت مولای ما چی قدر راس مگا گفت گردہ نظیر بیزنی یعنی آدم دزو دنیا خوام نرسیده لہذا اگر انسان قد دین باشه دیندار باشه قد امام حسین علیہ السلام باشه باید کوشش کنه کہ زندگی خودم زیر دگر ببرا یک صلوات بخوانیم بر محمد و آل بیت محمد شخصی نزد امام علی علیہ السلام مایا مگه یا علی مگه ما از دنیا بیزار می چی رنگ دنیا است یک روز ناجوریه یک روز درد یک روز مرگ است ای چرا خدای دنیا را خلق کرده از دنیا بدگویی مونه امام علی علیہ السلام مگه تو از دنیا بدگویی نکنو چرا از دنیا بدگویی نکنو مگه خداوند عالم ای دنیا را برای است خلق کرده ای دنیا نه کی تو را برای دنیا خلق کرده باشه منی امزی دنیا کے سا اولیاء آماد اماما آماد 124,000 انبیاء منی امزی دنیا کے سا خدا بندی عالم رئی کدن انسانای خوبی بودن کہ ازی دنیا استفادہ کدن دا دنیا مندن لیکن بندہ خدا بودن اما انسانای ایستا کی وقت امی دنیا دا گرشی مایا وقت کی ایک ریزہ چیزی دنیا یک کم خزانی دنیا دا گرشی مایا انا کیسا دنیا طلب مشنا دنیا پرست مشنا دنیا را پرستیش مرا پرستیش خدا بندی عالم را اعلامی دا برای زیتر آدمای دنیا کیسا بد استا یعنی ای دنیا کی اصلا دزی آدم فائدہ نہ درائے اینمی دنیا ای آدم را جہنمی مناسبہ دو امنا چیزی کی امام حسین علیہ السلام سی امنا چیزی کی دمانی ازی خدمی فرمایا وہ یہ اصلا کی عدالت خواہی وقت کی امام دا یک جامعہ بایا حاکمیہ کی امام باشا دون جی کی اصلا عدالت قائم اصلا عدالت چی اصلا مو دبارے خداوند عالم ہم مگی مختصر توضیح بھی دم مگی خداوند عالم عادل اصلا عادل اصلا یہ نہیں چی زیاد زیاد اگر خبر باشی مگی خداوند عالم ظالم نہیں استا علی علیہ السلام منے نہج البلاغہ مگا کیسا عدالت تعریف شینی استا کہ وزع کل شیئن فی موضعه یعنی ہر شیئ را دجائے اس خود چی بیلی ایر عدالت مگا پس آل اگر مو عدالت خداوند عالم تعریف کنی چی مگی خداوند عالم عادل استا چرا عادل استا کہ ہر چیز را دجائے اس خود چی خلق کدا آو را آو خلق کدا آتش را آتش و ہر چیز دا جائز خوش و درست خلق کدا مثلا امی وجود انسان را تو سر تا پای انسان را چی قدر قشن خلق کدا خداوند عالم خدا میتس خالق خداوند عالم است میتس مثلا برعکس خلق کنا ٹھیک ہے میتس دستار دا جائے پای دے پای دا دستی دا جائے دست بیسنا میتس کیسا چمار کیسا دا زیر بغل بیسنا ٹھیک ہے و کیسا یاد زی مثلا کافی پای بیسنا تاکہ ازوباد میں خاص لگو کہ سوخ کنا پای خنزانی دا بال کنا تر توخ کنا یہ کیسا خلاف عدل بودت لیکن امی فنیشنگ کی خداوند عالم ملے گی انسان قرار دادا امی کی چی مستا قاشار ایک قدر قشنگ درست کدا یہ کیسا از عدل خداوند استا طبق فرمودے علی علیہ السلام یعنی ہر شیر دا جائز خود چیشتا پس ہر چیز اگر دا جائز خود چی باشا اور عدل مگا معاویہ چی کار کدا بود امو ہر چیز کی دا جائز خود چی بود اور جا بجا کدا بودا اما دا انسانا شرابی و ظالم و فاسق را برے پوسچا وردہ بودن برے منبر رسول اللہ وردن انسانا ای کی مخاص دنیا را تغییر بیدہ انسانا ای کی مخاص انسانیت را کیسا منے دنیا لاغو کنا خلاف ازینا کار مکر لہذا دستور دا بود کی بر منبرہ کیسا خلاف علی علیہ السلام لن فنتو و نعوذ باللہ ای کاری معاویہ بودن یعنی کلن کیسا ظلم را دمنے معاشرہ وردن شراب را کیسا شراب خورا را عزت میدد انسانای نیک و با تقوی را کیسا قتل مکد زبانای زنا را مبردد لہذا امام حسین علیہ السلام مگا وقت کی حکومت اسلامی باشا حکومت امام باشا لہذا تمام کار مطابق عدل استا و چارمنا و آخری نکتہ کی امام حسین علیہ السلام جی بیان منا مگا امام کی استا
الحابس نفسه على ذلك مگه کس ایمان کسی است که هر کاری که انجام میده فقط و فقط به خاطر رضای الهی انجام میده. وقتی که رضای الهی بود در معاشره چیکار مشنه؟ یعنی تقدس بال مایه در معاشره کی است؟ انسانی نیک کی است؟ در او جامعه ذلیل نمشنه. انسانی که با ایمان و با تقوا است در او معاشره خار نمشنه. انسانی که شرابی و گناهکار است اونا خار و ذلیل است. اما در معاشره که حاکمیت امام باشه اونجی افرادای خاص کی است؟ بال مایه افرادای که از نظر علم حلم تقوا علم قرآن تمام چیزا اینا که سپوستا دگیر از ناستا. اما در جامعه که ظلم باشه رشوت سفارش ظلم چوری دکیتی بیت المال را کسی غصب کدو یه چیزا ما آیا امام حسین علیہ السلام مگه ما کی امادم ای مردمی کوفه دا یاد چون باشه که ما خلاف از چیزا جنگ کدنی استم افرادایی که ناجائز دبال ما دا اونار ما تامی کشنم افرادایی که واقعا کسا حق شی بود باید دبال بود اونار اصلا ما کسا واپس دبال مبرم اونایی که مثلا طبق عدالت کسا ما رفتار منم و طبق رضایت پروردگار عالم ما رفتار منم. خب اینجا یک دنه بیشی دیگه است که یک دنه دیندار یک دنه مومین ارزشی چی قصه است؟ مگه یک دنه مومین بسیار با یک دنه مومین یک دنه دیندار بسیار با ارزش است و قلب مومین بسیار پاک است بسیار نورانی است. لہذا که سمور منی حدیث داره که قلب مومین حرم خداوند عالم است. یعنی پس دل هیچ کس انسان میدان نکنه. هر کسی کی کلمه مومن بریشی است هر کسی کی شیعه علی ابن ابی طالب علیہ السلام است قلب از کی است چیه حرم خداوند عالم است و این قلب را کی است هیچ گا میدان نکنین من از قلب کی است قلب دیگران میدان نکین و من قلب خودم کی است هیچ وقت کی است کینه را نیلین کینه را از قلب کی است بدر کنین دل دیگران میدان نکنین. یعنی تو میدانین کی است دلارا جوڑ کنین دلارا کی است جوڑ کنین درست کنین دل مے دکدوم گہ ہنر نہیں استا بلکہ دل جوڑ کدو ہنر استا چرا این جگہ پہ مزنا مگا ازی خاطر گہ پہ مزنا کہ مگا ای قلب یک دن مومن چونکہ مال مال استا از عشق علی علیہ السلام سرشار از عشق علی علیہ السلام استا لہذا ای قلب ارزش دار دا قلب کی ہما علم دنیا باشا دا قلب کی کل قران باشا حافظ کل قران باشا تمام علم قران باشا دا قلب کی لیکن دزو قلب اگر علی نباشه عشق علی نباشه او قلب کی است پاکیزه نیه او ظرف شی پاکیزه نیه او مانند ظرف کثیفی ممنه کی تو منیشی شیری صاف را بندس مانند ظرف کثیفی ممنه کی تو آوی صاف را بندس لیکن قلب مومن چی است صاف و شفاف و زلال است. چرا کی است قلب مومن صاف و شفاف و زلال است؟ از این خاطر کی اینا دیندار است اینا امام شناس است اینا دین شناس است اینا اهل عدالت است اینا کس پیرو امام حسین علیه السلام است. یک دن بیس منی عرفان مایا اگر کم توجه کنین بسیار بیس است اگر اونایی کی بپا میں بسیار شیرین بیس است. نسبت ده یکی از عرفا نسبت ده یکی از عرفا میده کی اونا البته عارف خوبی است کی اونا منی کتاب خو ورده عارف سنی است لیکن در زمان خو بازی گبار تقیتا خلاف شیعه زده لیکن وہ وقتی کی تعلیمات سر تو کنی عین ولایت علی علیہ السلام را بیان کده. ای آدم چی مگا منی زی کائنات وقتی کی ولایت علی علیہ السلام امات مگا ای ظرفیت را هیچ کس نداشت منی کائنات ای ظرفیت جز دو نفر یک یس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دوم علی مرتضی. قبل از این اردو هیچ انبیا چنین ظرفیت را نداره که ولایت را بگیره و بعد از اینا هیچ کس که است تا قیام قیامت این ولایت را پذیرایشی فقط که است قلبی متحر از دو نفر است. خب دوباره از این آدم است که آدم منی کتاب کو مهره دیک جای نقل منه از یک دنه صوفی متصوفه امونایی که مثلا پیر و مرشید و از این چیز هسته اونایی که مثلا کم از اهل بیت دور است صوفیه مثلا صوفیه کی طرفی مائل بھی سنی باشا نا صوفی ایشی ہے مگر یک دن صوفی یہ نقل بنا منی کتاب پس یک دن صوفی مگر یہ صوفی مگر ما دا عالم مکاشفہ یعنی ایک مقام عرفانی اس مگر دزو عالم مکاشفہ مگر ما دا مقام رسیدوم دا جائی رسیدوم کی ما وقت کی دا گلی و کچھے گو دن شیر منگرنو تو بنا عزو باللہ کیسا دا شکل گو دن حیوان منگرنو یعنی مگر پس ای ثابت مونه که شیعه امروز که نه که شیعه را کافر مگه شیعه را خنزیر مگه شیعه را هر چیزی مگه یه مگه که است ما
شیر دینزی شکل منگرنم تمام پریشان مشنا کی بھائی یہ چی رنگ انسان است ماشاءاللہ یہ ریش ازیر تو کو تو یہ چیز ازیر تو کو تعلیمات ازیر تو کو شہرت ازیر من جامعہ تو کنو یہ آدم امد چی مگا مگا ما شیر گست د شکل یک دنا جانور منگرنم جانور حرام گوشت منگرنم بس تمام پریشان مشنا بھائی یہ آدم معروف است مگا وقت کی امی لکائی اسی دیست حضرت امام خمینی میرسا دیست امام خمینی میرسا امام چی مگا مگا کیست یہ آدم درست دیدہ یعنی عین واقعیت را دیدہ یہ وقت کی ایک شیر منگرنا دا شکل ایک دنا جانور منگرنا مگا یہ درست دیدہ تمام پریشان تمام امی ترتوغ منہ کی یہ چی قصہ شد امام خمینی مگا بزد امام مگا لیکن اشتباعی زی دہی جائستا چونکہ قلب شیعہ آئینہ شیعہ چونکہ محبت حسین محبت محمد و آل محمد استا مگا ایک قدر صاف و شفاف و زلال استا نای آئینہ شیعہ وقت کی یہ آدم چونکہ درون چی بغض علی استا بغض اہل بیت استا وقت کی چہرے اس کو منے زی آئینہ من کرنا وہ خود خور درو من کرنا خیال منہ کی مادرو ایک دن شیعہ را من کرنا دزی حالت یعنی یہ واقعا کہ سلوتی پروردگار عالم استا کہ خداوند عالم ہر شیعہ را ایک قدر پاک و پاکیزہ جوڑ کر دے یہ قدر پاک و پاکیزہ جوڑ کر دے وہ مس خاطری محبت ازی خاندان استا و اولاد ازی خاندان استا کی پاکیزگی و طہارت را منی اسمو ددا اما ایک انسان گمراہ دیکھ صوفی گمراہ اگر ای گبرہ بزنا امام خمینی مگو در واقع شکل اس کو کر منی آئینی استو درو تو منا او درو کیسا خود خور دیدنے میتنا تور کی خیال منا تور کی منگرنا خیال منا کیسا اونمو ما استم و چہرے واقعی اس کو تھوڑا منی آئینی استو درو تو منا چونکہ آئینے زو قدیر استا آئینے زو کثیف استا یعنی دمن آئینہ یا دمن قلب کی محبت علی نباشا محبت ایسی خاندان نباشا او قلب کیستا کثیف استا او مانند ظرف کثیف ممنکی منی زو اگر تو قرآن بندزنی منی زو اگر پاکیزہ ترین چیز بندزنی بالاخر او ظرف کیستا کثیف استا پس یہ کلام نعمت استا انسان تا کہ زندہ استا یہ نعمت را ازدیس نہ دا باید مو احترام کنی بر محمد و آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس تاکہ وہ ہیتنی واقعا باید دینداری پر مضبوط کنی واقعا باید امام شناسی پر مضبوط کنی باید دا معاشرے اسمو کے اسلام دین دیندارا عزت دشتا باشا باید دا جامعہ اسمو کے اسلام انسانائی باتقوی عزت دشتا باشا باید اولویت قد کلانائی باشا قد کسانی باشا کہ واقعا انہا کیسا دفاع از دین کیسا دا میدان ہم دا اما کسانی کی واقعا کیسا ہیچ سنخیت ندرہ ہیچ ہمرنگی ندرہ قد امام حسین علیہ السلام قد رائے امام حسین علیہ السلام مچرب علیہ تر انسانا کیسا اعتماد کنی مورد درگاہ خداوند عالم واس خداوند عالم میں خواہی کہ واقعا مو معرفت یزی خاندان رمور عطا کنا و کلانترین خاستی ازمو وقتی که مجھے التماس دعا از ایک دیگه خو باید کلانترین خاستی ازمو امی باشه که خدایا مو میخوای موحد جور شنی خدایا مو میخوای معرفت استو کسنا دا وجود ازمو باشه خدایا مو امیر میخوای که معرفت ازی خاندان را آل ازی خاندان را دا نسل ازمو نسلن تا نسلن تا قیام قیامت خدایا این محبت و معرفت ازی خاندان را دا نسل ازمو زیاد سے زیاد بگردان مو امیر میں خواہی اس خدا ہے مو اعلان از مو امیس تا خدا ہے برای لحظی برای آنی دست از مو را از دامان ازی خاندان کیس تا کوتا نہ کنو اگر مو دزی دنیا عزت درے شہرت درے ام ازی خاندان استا اگر دزو دنیا مو اگر سرخرو استا ام از خاطر ام زی خاندان استا اگر واقعا یہ کلان قربانیا دزی را ددا نمشد اگر یہ کربلا نبود اگر قربانے اگر یہ قربانیا علی و آل علی اگر نمبود امروز مو دا کجا بودی خدا خبر دا کدام پرستش مبتلا بودی امالن کستا کروڑو انسان استا لاکا انسان استا کہ مورا گاو را پرستش منا از اونا پرسان کنی بھئی تو خود افضل یعنی گاو افضل استا تو خود تو کیسا ارزش داری گاو ارزش داری عقل از اونا نوز کیسا کار نمیده ایکی عقل از مورا دا کار اندخته ایکی مورا کیسا از شراب دورشتا از زنا دورشتا از کارای غلط دورشتا اینا کیسا تمام قربانیای امام حسین علیہ السلام است قربانیای ازی خاندان است لہذا اگر دنیا مو میخای امی خاندان است آخرت مو میخای این امی خاندان است جدائی ازی خاندان مرگ است بل دیس مو و از خداوندی عالم قدم زی آرزوها مور امروز در دروازه
باب الهوائج علی اصغر حسین و دعا بونی برای زی بچ کچا برای زی جوانا و نو جوانا امروز ما دید مصوب تا شور تا مالک است علم گرفته گلی گلی خانه خانه داد مزن ای اصغر حسین ای اصغر حسین خدایا بحق محمد و آل محمد تمام زی بچا و جوانا و نو جوانا را از عاشقان حقیقی علی اصغر حسین قرار بده علی اصغر باب الهوائی جسته علی اصغر در درگاه خداوند عالم آبرو داره اگر مو خدا را قسم بدیدی د علی اصغر و یگو یک مرتبه عمر سعد هرمله را مگای هرمله تو سفیدی گلوی اصغر را مین گردی اینا نجیب تیر را نشنه وقتی که یه تیر سه شعبه پیوست مشنه در گلوی علی اصغر من یک کتابا لکایی است که از گوش راستی علی اصغر گرفته تا گوشت چپشی گوش چپشی گستا ایتر زیبا مشنه مثل ازی که قد اگو خنجر علی اصغر زیبا شده اما امام حسین علیه السلام دیس قرد آسمان بلند منعی دوار میخوایا مگه ای خدا امروز دزی میدار کربلا ای مصیبت را بر حسین اسقد و حسان کو شما تصور کنین که یک بابا اگر یک لاشی بچه شون بچه ششماها باشه اون زیبا شده باشه چی طور تر افی خیبه ها برا او چیزی که در معتبر مقتل کتاب حالی که ای است او ای است که امام حسین علیه السلام علی اصغر را طرف خیمه ها ببرا و وقتی که نزدیگ خیمه ها نزدیگ گنج شهدا میرسه یک مرتبه امام حسین علیه السلام چی منگرنه دختر شی آماده جناب سکینه مایا سوال بنا آیا بابا از علی اصغر سیرام شد امام حسین علیه السلام جواب میده بله دختران ای علی اصغر است که قد خون کو سیراب مشنه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين منقلبين ينقلبون الهي بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها واجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدای تو را قسم به محمد و آل محمد ای تمام عزاداران امام حسین مخصوصا ماتمیارا و بچه های که استوب تاشا و دگلیا اصغر اصغر مقدم روز خدا اینا را از عاشقان واقعی و حقیقی علی اصغر قرار بده خدای تو را قسم به محمد و آل محمد جوانای از قوم را جوانای از مورا از شر دوستای بد از شر معاشره بد از شر منافقین از شر دشمنان اهل بیت محسون و محفوظ بفرما خدای تو را قسم به محمد و آل محمد مسافرین یزی جم مسافرین جوانان شیعان حیدر کرار جوانان یزی قوم ده هر گوشه و کنار از عالم کی است خدای تمام از مسافرین را از نگرانی و پریشانی نجات بده خدای تو را قسم به محمد و آل محمد تمام مسافرین بالخصوص زائرین ابا عبدالله الحسین را قد خیر و امنیت به منزل مقصودشان برسان خدای کسانی که آرزوی زیارت کربلا در دسی چم و کسانی که التماس دعا برای آرزوی کربلا گفته خدای تمام از مور زیارت کربلا حسین نصیب بفرما خدای معرفت امام حسین را روز در روز در زندگی از مو در قلوب از مو زیاد بگردان خدای خانه های از مور قد نور قرآن قد نور اهل بیت منور بفرما خدای تو را قسم به محمد و آل محمد تاکی مو زنده است دیست از مور از دامان از خاندان جدا مگردان خدای شب اول قبر دعا عالم برزخ و قیامت ای میت هار داد از مو برسان خدای دشمنان اهل بیت را ذلیل و رسوا و خار بگردان در ظهور امام یسر علیه السلام تعجیل بفرما قلب متحر امام یسر علیه السلام را تمام شیعان حیدر کرار راضی و خوشنود بگردان ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم داخل برای تمام گذشتگان این جمع گذشتگان خودون خون شهدا علما صدیقین اساتید الفاتحه مع الصلوات